سحرگاه امروز 4 راکت به سوی پایگاهی در کنار فرودگاه بغداد شلیک شد که نیروهای آمریکایی در آن یگان ضد تروریسم ارتش عراق را آموزش می‌دهند. منابع رسمی اعلام کردند که 6 نفر از ماموران ضد تروریسم عراق در این حمله زخمی شدند، اما هیچ آمریکایی آسیب ندیده. همزمان بازتاب‌های حمله مسلحانه جمعه شب در بغداد ادامه دارد، حمله‌ای که در آن 18 معترض، 4 مامور پلیس، 1 عضو هشت شبی و 1 از هواداران مقتدی صدر کشته شدند. این حمله باعث اختلاف هشت شبی و هواداران مقتدی صدر شده. مرداد فرهمن گزارش می‌دهد. کشتار جمعه شب گذشته در میدان خلانی بغداد نقطه عطف مهمی در ناآرامی‌های جاری در عراق است. تظاهرکنندگان هفته هاست شب و روز در پارکینگی طبقاتی کنار این میدان به سر می‌برند. هشت شعبی دیشب بیانیه‌ای درباره این کشتار داد که اندکی بعد از صفحات این نهاد در شبکه‌های اجتماعی حذف شد. روایتش این بود که گروهی مسلح به ناگاه به تظاهرکنندگان حمله کردند. نفرات هشت شعبی مداخله کردند تا جلویشان را بگیرند. در این بین نیروهای معروف به کبود کلاهان هم سر رسیدند که به دلیل ناهماهنگی با نفرات هشت شعبی مسلحانه درگیر شدند و در نتیجه 1 نفر از هشت شعبی، 1 کبود کلاه و شماری از تظاهرکنندگان جان باختند. اما کبود کلاهان کیستند؟ القبعات الزهرة لكل ثورة رجال، ورجال هذه الثورة من طراز رفيع. کبود کلاهان نیروهای مقتدی صدرند که در دوران تظاهرات ظهور و هدفشان را حمایت از تظاهرکنندگان اعلام کردند. گویا نامشان از سپید کلاهان سوریه الهام گرفته که در مناطق زیر کنترل مخالفان خدمات انسان دوستانه می‌دادند. تتحدى مكر الماكرين. در نگاه دیگر این گروه می توانند حاصل تلاش مقتدی صدر باشند که در وانفسایی که همه شرکای قدرت در عراق آماج اعتراضند، او هم شریک قدرت بماند هم رفیق تظاهرکنندگان. حمله کنندگان جمعه شب بی آنکه جلویشان گرفته شود از سد پلیس گذشتند، اما نه پلیس مسئولیتشان را به گردن می گیرد نه هشت شعبی که این روزها حمله به تظاهرکنندگان را خیلی ها از چشم آن و در پسش ایران می بینند. نکته این است که مقتدی صدر که گویا می کوشد در وانفسای عراق سرانجام در جبهه پیروز قرار گیرد، هر طرف که باشد همکنون در ایران است. مخالفانش می گویند مقتدی با نفوذ ایران مشکلی ندارد، مشکلش این است که می خواهد تنها آدم ایران در عراق باشد. مرداد فرهمند، BBC. پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس ایران جنجالی شد. او در اعتراض به آنچه که به حاشیه رفتن اهمیت مجلس خوانده، از ثبت نام برای نامزدی در انتخابات دوره بعدی مجلس خودداری کرد. خانم سلحشوری در نطق امروزش به سرکوب اعتراضات سراسری اخیر در ایران اشاره کرد و از مادران داغدار گفت. زنان عزیزم، اعتراض‌های سال‌های 78 و 88 و همچنین دیماه 96 و آبان 98 اعتراض‌هایی بوده که همواره مطالباتی در آن وجود داشته است. اما امروز معترضین اغلب جوانانی هستند که به دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و اجتماعی هستند. مشکل در این است که ما گفته ایم ما این سبک زندگی را انتخاب کرده ایم. آیا به راستی جوانان ما این سبک زندگی را انتخاب کردند؟ متاسفانه به جز اقلیتی برخوردار از تبعیض و امتیاز بقیه مردم را رها کرده ایم، به گونه ای که امسال گفته شد بیش از نیمی از پذیرفته شدگان سهمیه پزشکی کسانی بودند که دچار سهمیه بودند. یک طبقه نو ساخته و بد ساخته و دارای امتیازات گوناگون و بقیه مردم رها شده. به همین دلایل متاسفانه جمهوریت نظام به سمت تمرکز گرایی پیش رفته است. استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها. و اما سلماز ایکتر روزنامه‌نگار از استانبول با ماست. خانم ایکتر،
نظر شما چیه درباره ثبت نام گروهی از اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی مجلس و همچنین انصراف عده‌ای از جمله خانم سلحشوری؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. من فکر میکنم قابل پیشبینی ترین واکنشی که میشد از اصلاح طلبها انتظار داشت، به خصوص بعد از نحوه مواجههشون با اعتراضات آبان ماه، همین بود که در انتخابات ثبت نام بکنن. اصلاح طلبها توی ایران هیچ برنامه‌ای جز شرکت در انتخابات ندارن. طی سالهای گذشته هم بعد از تشکیل شدن، یعنی دوباره مجوز گرفتن چند تا حزب مثل حزب امتداد امید، ما هیچ حرکتی از این حزب ندیدیم. چند تا بیانیه در واکنش به مسائل مختلف برگزار شدن چند کنگره، همین ولا غیر. اساسا احزاب اصلاح طلب ساختارشون فقط مبتنی بر اینه که در آستانه انتخابات نامزد بشن، حالا یا از صدر شورای نگهبان میگذرن یا نه. اگر از صدر شورای نگهبان گذشتند، اگر ورای مردم رو گرفتن، خب بعد میگن که امکان انجام دادن کار برامون فراهم نبود. اگر که رأی مردم رو نگرفتن، یک فرصت 4 ساله دارن که بگن اگر به ما رأی داده بودید این اتفاقا نمی افتاد. اگر هم از سطح شورای نگهبان رد نشدن، دوباره این فرصت 4 ساله رو دارن که بگن اگر شورای نگهبان ما رو تایید صلاحیت میکرد یا اگر نظارت استصوابی به این شکل نبود، ما میومدیم و ما میتونستیم شرایط رو بهتر بکنیم. وقتی ساختار احزاب اصلاح طلب به این شکل چیده شده، چه توقعی دارین که حالا کشداری در وسیع در سطح آبان ماه امسال هم حتی بتونه جلوگیری کنه از ثبت نامشون در انتخابات؟ خانم یکتر، البته کسانی که معتقدند به مشارکت سیاسی و ثبت نام در این انتخابات معتقدند که امثال فرزند محمود صادقی، همین خانم سلحشوری، کسایی هستند که به هر حال عملکردشون از دید اونها قابل دفاع بوده در مجلس. یعنی بسیاری از حرفایی که اونها زدند و جاهای افشاگری هایی کردند، اونها رو نمیشه نادیده گرفت. عملکردشون قابل دفاع بوده در مقابل بی‌عملی مطلق دیگران، نه در جایگاه نماینده مردم در مجلس. بله، امثال خانم سلحشوری، خانم سعیدی، خانم مافی، تا جایی آقای صادقی در این بیابان نعمت‌هایی بودند. اما واقعیت، آیا حاصل کارنامه این افراد برابر با حاصل کارنامه جایگاه یک نماینده مجلس هست؟ من اینطوری فکر نمی کنم. خیلی از این افشاگری ها، خیلی از این مسائلی که مطرح شده که محدود هم هست به یک توییت توی حساب کاربریشون توی توییتر یا یک سخنرانی، این اصلا جایگاه کافی نیست برای یک نماینده مجلس. میتونم بپذیرم و قبول هم دارم که طی سالهای گذشته آنچنان هرمه نهادهای انتخاباتی از مفهوم تهی شدن که مجلس رأس امور الان تقریبا هیچ نقشی جز یک نقش نمایشی نداره، ولی حتی در همین نقش نمایشی هم، بله، ما ممنون هستیم از خانم سلحشوری، نطق امروزشون، نامه‌ای که دادن مبنی بر انصراف از نامزدی در انتخابات مجلس آینده، در مقایسه با بقیه نماینده ها باور نکردنی بود. ولی آیا این کار کاری که آدم از نماینده کشوری انتظار داره که کمتر از چند هفته قبلش تعداد بیشماری آدم کشته شدن، زندانی شدن، فقط در اعتراض به یک موضوع کوچیک؟ من اینجوری فکر نمی کنم. خانم اینکر، فکر میکنید اصلاح طلب امروز، اصلاح طلب آذر 98 چه شکلی باید باشه که مقبولیت داشته باشه؟ من فکر میکنم مهمترین چیزی که امروز اصلاح طلب رو باید بهش فکر بکنن اینه که چطور دوباره میتونن نمایندگی کنن خواست مردم رو. ببینید، این گفته آقای شکوری راد که حالا البته ایشون هم چندین مرتبه گفتن که تقطیع شده، ولی این گفته ایشون از طرف اعتماد آنلاین هم منتشر شده، من به شخص فکر نمی کنم که بخش عمدهش تقطیع شده باشه. این گفته ایشون که جامعه رأی ما طبقه متوسط بودن و اونها در این اعتراض صدمه ای ندیدن، پس به جامعه رأی ما صدمه ای نخورده، یا اونها معترض نبودن در آبان ماه، پس به جامعه رأی ما صدمه نخورده. یعنی اینکه الان دبیر کل یکی از اصلی ترین احزاب اصلاح طلب حتی نمیتونه خواست مردم رو نمایندگی بکنه. یک همچین شخصیت های تأثیرگذار و کلیدی توی جریان اصلاح طلبی حتی نمیتونند خواست مردم رو نمایندگی بکنند. البته آقای شکوری زاد تکذیب کردن این صحبت، یعنی گفتن که صحبتشون، آقای شکوری راد گفتن که این صحبتشون تقطیع شده همونطوری که اشاره کردین.
بله منتها من اشاره کردم به اون صحبتی که اعتماد آنلاین منتشر کرده، چون گفته بودن رسانه اصولگرا تخطی کردن، ولی اون متنی رو که اعتماد آنلاین منتشر کرده بوده، ویدیویی که من اعتماد آنلاین منتشر کرده بوده، من فکر نمی‌کنم تخطی شده باشه. ولی خب نسخه اصلیش هم هیچ وقت منتشر نشده از طرف ایشون. خانم اکتر، اون دسته از اصلاح طلبانی که هنوز اعتقاد دارن به مشارکت سیاسی، معتقدند که تحریم انتخابات هم نتیجه مطلوبی نداره، یعنی عملاً واگذار کردن کامل عرصه سیاست به اصولگرایان. وقتی ما تحریم نمی کنیم مگه چه نقش چه فایده ای داره؟ ببینید، ما در انتخابات شرکت می کنیم، به یک سری افراد رای می دیم که قرار خواستهای ما رو نمایندگی بکنن. خب جدا از اینکه اینها نمیتونن خواست مردم رو نمایندگی بکنن، واقعیت اینه که نهاد قدرت در ایران به شکلی تعریف شده که نهادهای انتخاباتی نمیتونن سهمی در ساختن داشته باشن. من قبول دارم که وقتی تصمیم به ویرانی میگیرن خوب قدرتمند هستن، ولی در ساختن نمیتونن نقشی داشته باشن. مجلس چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ یعنی مجلس 11 آیا خانخواه میره میشینه در مصدر امور و هر تصمیمی که اونجا گرفته بشه تصمیم لازم الاجراییه که تأثیر شگرفی رو وضع مردم داشته باشه؟ باز هم چند تا نماینده، حالا این دفعه فرض میکنیم که چند تا نماینده تندرو سخنرانی میکنن، توییت میکنن، مصاحبه میکنن و خب قبول دارم این خیلی بده، ولی چطور میتونیم در انتخاباتی شرکت بکنیم و به نظامی مشروعیت بدیم که کمتر از چند هفته پیش آدمها رو در خیابون به دلیل یک اعتراض کشته؟ متشکرم. سلماز یکتر، روزنامه‌نگار با ما. چند روز پیش مادر یکی از کشته ها در جریان اعتراضات عاشورای سال 88 ایران به دیدار مادر یکی از قربانیان اعتراضات آبان امسال رفت. حالا هر دو در پی دادخواهی اند. شهناز اکملی در دیدار مادر پویا بختیاری گفته بود دادخواهی پرچمی است که از مادران خاوران به ارث رسیده. مریم افشنگ نگاهی کرده به دادخواهی مادران داغدار در 4 دهه گذشته. این سه مادر یک درد مشترک دارند، داغ فرزند. دو نفرشان برای همدردی به خانه پویا بختیاری آمدند. پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 است. شهناز اکملی پس از دیدار از خانواده بختیاری این توییت را منتشر کرد. به دیدن مادر پویا رفتم تا بداند پرچم دادخواهی 40 سال است که از مادران خاوران به ما رسیده و اکنون دست مادران 98 هم رسید. سالهای سال است خانواده‌های زیادی به دنبال دادخواهی برای کشته شدن عزیزانشان و خواهان مجازات آمران و عاملان آن هستند. خواسته‌ای که می‌گویند تا کنون به جایی نرسیده. مصطفی کریم بیگی در عاشورای سال 88 به ضرب گلوله کشته شد. مادرش به تازگی حکمی گرفته که به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی باید به زندان برود. 14 روز دنبال بچه‌ام گشتم و اینکه توی کهریزک پزشک قانونی بچه‌مو پیدا کردم و زیر تابوت بچه‌مو گرفتم و بهش قول دادم که کمرمو خم نکنم و صدای مصطفی رو هرچه بیشتر بلند کنم و دادخواهیشو، دادخواهی خون بچه‌مو به همه برسونم و خاموش نمیشم تا روزی که زندم. سعی کردم که صدای بچه های دیگه هم که کشته شدن باشم، خانواده هایی که ساکت بودن، سعی کردم که من مادرانه براشون رفتار کنم و برای بچه های زندانیم سعی کردم صدای اونا باشم و به همین خاطر منو سال 95 زندانی کردن. توی انفرادی بودم 25 روز و به من گفتن تو انفرادی که بچت مرده، تموم شده، دیگه بچه ای نداری و فکر کن که اصلا وجود نداشته. گفتم مگه میتونم بچه ای که زایمان کردم، به دنیا آوردم، شیر دادم، بزرگ کردم و یک سر به جوان و قد بلندش کردم و بگم فراموش کردم؟ من هرگز نمیتونم بچه‌مو فراموش کنم. 14 سال من میرم، منو جنازه ای به من ندادن. قربونی جنازه برن. سعید منو قربونی برگردونن. سعید زینالی در جریان اعتراضات دانشجویی 18 تیر ماه سال 78 در منزلش بازداشت شد. مادرش میگوید ماموران امنیتی گفتند 10 دقیقه با او کار دارند. تمام پیگیری های خانواده سعید تا امروز، یعنی 20 سال بعد، بی جواب مانده. یک بار دوباره دادستان برگشت گفت اصلا سعید نام وجود نداره.
من دوباره شکایت کردم، مدارک سعید بردم دادم، تمام مدارک به دنیا آمدنشو بردم دادم. گفتن نه ما اینجور نگفتیم، گفتیم دستگیر نشده. بعد دیگه پیگیر دادگاه بین المللی شکایت کردم، همچنان ادامه داره. بارها خودم بازداشت شدم، بچه های دیگه هم بازداشت شدن. من تا به امروز جواب قطعی نگرفتم. فقط تنها چیزی که به من گفتن، گفتن شما بیاین قبر بدیم. قبر ما سال 84 قبول نکردیم. گفتم قبر باید باز شه. دوباره رفتن، دوباره به قول فشارشون زیاد کردن، همسرمو بردن. تا به امروز جواب نگرفتم. به من گفتن یه گردباد اومد گوشه زندگی شما رو هم گرفت. مادر سعید زینالی از همبستگی مادرانه در سالهایی میگوید که به دنبال سرنوشت فرزندش بوده. از سال 82 من با مادران خاوران دهه 60، با مادران 88 همراه بودیم، هم به قول همدلیم تا به امروز. الان هم از این مادران میخوام که از این خانواده ها، درسته حاشیه تهران هم انقدر چیز ندارن، ولی خواهش هم اینه که همدل باشن، بیان همراه ما باشن. ما مادرها دست به دست هم بدیم، عرش خدا رو باید بلرزونیم، چون جوانای ما رو ازمون گرفتن. با وجود بازداشت‌ها و تهدیدهای مستمر نیروهای امنیتی، جنبش دادخواهی خانواده‌های مخالفان سیاسی کشته شده پیوسته رفتار و خشونت حکومت را مورد پرسش و انتقاد قرار داده. حالا باز هم در جریان اعتراضات آبان ماه بسیاری کشته شدند و خانواده‌های داغدار. مادر پویا بختیاری یکی از این خانواده هاست. می‌خواهد بداند چرا فرزندش را کشتند، اما می‌گوید به دستگاه قضایی ایران اعتماد ندارد. نزدیک به یقین می‌دونیم که جواب ما رو نخواهند داد، پاسخ این جنایتشون رو نخواهند داد. ولی به لحاظ سند و مدرک برای اینکه ارائه کنیم به شما و دیگر عزیزان و مردم ایران و کشورهای دیگه، این کار رو خواهیم کرد و بعد از اون من به شما اطلاع خواهم داد که بعد از دادخواهی و شکایتی که ما به دستگاه قضایی ایران بکنیم چه اتفاقی میفته. اما از مجامع بین‌الملل خواستیم که این پرونده رو دنبال کنن و در مورد کشته شدن پسر من تحقیق کنن. این سرنوشت یا تراژدی مشترک و گرد همایی خانواده ها و پیگیری هایشان برای عدالت را بسیاری به مانند جنبشی می دانند که از مادران خاوران شکل گرفته. متاسفانه هیچگاه حکومت نه تنها ما را به رسمیت نشناخت، بلکه دائم مدام خانواده ها به خاطر ایستادگیشون، به خاطر مقاومتشون، به خاطر رسوندن فریاد دادخواهیشون به اشکال مختلف و همبستگیشون دائم مورد اذیت آزار و خشونت سنگین حکومت بودن و تأسف بارتر این که تنها بودن. یعنی ما صدامون رو اون زمان کسی نمیشنید. از کشتار دهه 60، سرکوب جنبش دانشجویی و قتل‌های زنجیره‌ای و کشتار دگراندیشان در دهه 70، سرکوب معترضان به انتخابات در سال 88 و حالا سرکوب معترضان در آبان ماه، هزاران کشته و خانواده عزادار به جا گذاشته با سؤال‌های بی جواب. حلقه اتصال تمام این خانواده‌ها در همه این سال‌ها دادخواهی بوده که تاکنون بی جواب مانده. مریم افشنگ، بی بی سی.